روی موج، رادیوی ادوینتیستی در آسیو. با عرض سلام به شما شنوندگان عزیز. برای سعادتمندی و خوشنودی شما آغازگر برنامه امروزمان می شویم. برنامه های ما شامل سه بخش می باشند. بخش اول سلامتی که در آن ما به شما طرز حیات سالم، جلوگیری از امراض و غذاهای سالم را پیشنهاد می نماییم. بخش دوم اخلاق نیکو. چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد. بخش سوم نور معرفت. رازهای نهانی نبوت ها در کتاب مقدس. پس با ما باشید. صدای امید با نوای دلیل ها از عالم نباتات. خداوند در طبیعت برای سلامتی ما همه چیزها را مهیا ساخته است. عالمی ناتکرار و رنگارنگ نباتات با خواص‌های مفیدش برای شما و خانواده ایتان. اگر شما خواهان این باشید که بدنتان فعالیت خوب داشته باشد، پس آن را با غذای سالم تامین نمایید. افلاطون خیلی بهتر از ویتامین اس. با بیماران توصیه دادن ویتامین اس از جانب طبیبان در این منطقه اشتباه کامل است. اظهار داشت پروفسور ستپ به هنگام معروضش در مکتب طبی والنسیا. این اندیشه سالهای 1940 در زمان صدا داده بود که صناعت داروسازی با توانایی خود در حاصل کنی اکثر ویتامین ها افتخار میکرد. پروفسور ستپ، عالم معروف آلمانی که با تحقیقات خود در مسئله وابسته به ویتامین ها شهرت جهانی دارد، در کنفرانس شهر والنسیا در ساحل بحر میانه زمین شرکت داشت. همکاران محلیش ستپ را به تماشای باغ های افلاطون
والنسیا دعوت کرده بودم و او امکان پیدا کرد که بهترین میوه های افلیسون جهان را در تنه درخت این رستنی ببیند. پس از این عالم آلمانی که یکی از حامیان ویتامین های سینتتیکی بود، علم خود را کنار گذاشته تأکید نمود لذت بردن از افلیسون های والنسیا خیلی مفیدتر از استعمال آن ویتامین های اس می باشد که صناعت ما پیشنهاد کرده است. پروفسور استپ کاملا حق را گفت. افلیسون تر و تازه از لحاظ مقدار و صفت ویتامین اس در ترکیب خود از دلخواه داروهای غیر طبیعی برتری دارد. امروزها ثابت شده است که افلیسون با وجود داشتن ویتامین های اس 170 عنصرهای فیتوخیمیوی دارد که تأثیر ویتامین مذکور را به بدن انسان خوبتر و کاملتر میکنند. لذتی که انسان هنگام استعمال افلیسون احساس میکند با در نظر داشتن ویتامین سی ترکیب افلیسون و خاصیت های شفایی آن به سلامتی آدم فایده دوچند دارد. برعکس اعلان های تبلیغی داروسازان 50 میلی گرم ویتامین اس در 100 گرم افلیسون در مقایسه با 50 یا حتی 500 میلی گرم همه گونه دارو و درمان به بدن انسان چندین مراتبه فایده بیشتر دارد. خاصیت ها و نشانداد ها. کامپوننت های زیرین ترکیب افلیسون قابل توجه هستند. مقدار معتدل قندها که به آسانی بدن آنها را از خود میکند و گرفتاران بیماری های دیابت مقدار تنظیم شونده آن را میتوانند استعمال کنند. قندهایی که در ترکیب افلیسون موجودند سخروزا، دیکستروزا و لیولوزا می باشند. ثروت واقعی سلامتی است، نه قطعه‌های طلا و نقره. مهاتما گاندی. شنوندگان عزیز، پس بیایید حیات خود را با سلامتی و خیرات زیور بخشیم. برنامه‌های ما ادامه دارد، پس با ما باشید. بخش دوم، اخلاق نیکو. چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد. نامه‌های پدر. نامه دهم. تو صاحب استعداد هستی.
سلام پسری با استعداد من. بعد نامه روان کرده ات من بسیار فکر کردم. برای همین باز به تو نامه می نویسم. با گمانم کمتر در باره رنج هایم نوشتم. هر یک انسان هنر دارد و من می خواهم پسری من این را درک کرده، هنرش را صیقل داده، راه خود را در زندگی پیدا نماید. پسرم، به نزدیکی من قصه را در باره یک بچه شنیدم. او در مکتب از تمام فنها عقب مانده بود. با یگان چیز ذوقش نمانده بود. یک حالت ناگواری او را فرا گرفته بود. تصادفاً یک مرد رسام او را به شاگردی قبول نمود. خصلت این کودک کلاً دیگرگون شده، شوق و رغبتش نسبت درس‌ها بهتر گشتند. معلمان او را به مکتب مخصوصی رسامی سپردند. از آن وقت سالها سپری شدند. حالا باشد او رسام مشهور است. خودش شاگرد تیار کرده، استعدادهای نو را جویاست. امثال این قصه ها زیادند. اگر تو تا به حال خود را می جویی، سر اول باید فکر کنی. به کدام کار رغبتت زیاد است؟ چی از همه دیده به تو مقبول است؟ می توانی تمام کار و عمل ها را نامبر نموده، به قلبت گوش دهی. خود را همچون شخصی که قله های راهی انتخاب کرده اش را فتح کرده است، حس نموده، می توانی عمل نمایی. از قدم های نخستین شروع نما. در دسته های گوناگون هوسمندی شامل شو. در باره موضوع های ضروری ادبیات های لازمه را دسترس نموده مطالعه کن. با نفران شناس شو که در راه پیشه کرده با تجربه اند. راه به سوی ظفر دور و دراز و سرتشویش است. چنانه که در عرفیت می گویند، هنر را باید صیقل داد، به هنر علاج می جوید. آنها به هنر نیستند، لیکن کار خودشان را نمی کنند. در اساس درک کردن کار خود جایگیر است. و این چنین باید درک نمایی که کسی به هنر در این جهان نیست. هر یکی را برای کار آفریدند. این را قبول نما. در تو قابلیت ایجادی را درک نمودم. به خودت هرگز شبهه نکن. پیش از آنی که استعداد به کس قناعت بخشد، اول پایهایش را می شکند. هر یکی را از روزی به دنیا آمدن یک پاره سنگ مرمر و اسباب‌های مخصوص می‌دهند تا اینکه آن را به هیکل زیبای تبدیل دهد. بعضی‌ها تمام عمر این سنگ‌پاره را بر دوش خود برداشته می‌گردند، حتی به آن بار هم
دست نمی زنند. دیگران باشند آن را افتانیده پاره پاره می سازند. هستند نفرانی که آن را بزودی شاهکاری می نمایند. لیکن دیگر طرف میدال وجود دارد. بعضن استعداد چنان بلند می برارد که کس مغرور گشته خود را از دیگران بهتر می شمارد. پسرم، این بسیار عاملی خطرناک است. اگر مبادا روزی شود که تو نیز موفق شده خود را از دیگران دیده با استعدادتر، دانا و زیرک شماری، در حال همه چیز را پرتافته از شهر بیرون رو، با آن جای رو که فقیران سکونت دارند، به حیات آنها بینگر و غرورت را پست کن. همیشه نفری یافت می شود که از تو دیده با هنرتر است. در زیباگی، دانش و مهارت یک گردن از تو افضلیت دارد. هیچگاه شعله شرف به چشم تو سایه نافکند. هوشیار باش. با دقت هوشیار باش. و فراموش مکن که در اویله ما جای برای تعریفک های مغرور گشته تکبر نیست. در خاطر نگه دار فردوس، تو آدمی نجیب هستی. هر یک انسان نجیب است. هر یک با هنر است. هر یک نفر در الهیدگی می تواند استعداد و هنری خود را آشکار نماید. هر یکی ما رسالت مخصوصی در این زندگی داریم. در باره این خود حاضر اندیشه نما. در باره استعداد خود آشکارا حرف زن. سرول به یاران و نزدیکانت، بعدن به تمام جهان. با احترام پدرت. گرامی‌ترین ارزش خانوادگی اخلاق نیکوست و همانا با ارزشمندترین بی‌نیازی عقل است. اینجا افغانستان در موج رادیوی ادونتیستی آسیا. اینجا ما می توانیم برای خود از کلام خداوند حقیقت ها را دریابیم. با تعیین کردن حوادث آینده و افتتاح راه نجات در صفحه های کلام مقدس، حق تعالی ما را تنها نگذاشته است. ما شما را به آموزش این گنج بی‌بها دعوت می نماییم. اکنون با هم میشنویم که خداوند چیزی را به آدمان آشکار و تعیین کرده است. وحی امید بخش. وحی امید بخش. موضوع صحبتمان:
علامت ابدی وحی در زد و خوردهای زمانی آخر می باشد. خدا شنبه را تقدیس نمود. خدا آن را هنگام آفرینش برکت داد. به خاطر بسپارید. برای چی خداوند فرموده است که به خاطر بسپار؟ خداوند می دانست که ما می توانیم فراموش کنیم. خدا می دانست که در دوران نفوس عقیده ایولوتسیه انسان ها می تواند شنبه را فراموش کنند. بنابراین خداوند فرمود روز شنبه را به خاطر بسپار تا که آن را تقدیس نمایی. خداوند ما را دعوت می کند که به علامات ابدی آفرینش او برگردیم. شش روز کار کن و هر عملت را به جا آور. ولی روز هفتم شنبه خداوند خدای توست. در آن هیچ کار را انجام نده. توجه نمایید. خدا نگفت که کدام یکی از روزها، بلکه تأکید به روز شنبه کرده. ولی روز هفتم روز شنبه. بمانند آن که یک روز پیش از روز تولد شما و یک روز بعد از تولد شما روزهای مقرری است، نه بلکه روزی تولد شما به شمار می روند. موافق گفته های خداوند، نه روی یکم، نه سوم، نه پنجم روز مقدس و روز پیدایش زمین به شمار می روند. در خصوص آن که چرا محض در روز هفتم او را عبادت نماییم، خداوند فرمود. خروج باب 20 آیه 11 زیرا در شش روز خداوند آسمان و زمین، بحر و هر یکان چیزی را که در آنهاست آفرید. در روز هفتم آرام گرفت. بنابراین خداوند روز شنبه را مبارک اعلان کرد و آن را تقدیس نمود. در احکام ها سخنان کتابی هستی را تکرار می کند و توجه ما را به روز آفرینش جلب می نماید. شنبه هیچ گام و قراراتی مخصوص برای یهودیان نبود. وی به تمام انسانیت داده شده بود. احکامی قتل نکن نه تنها فقط برای یهودیان است. احکامی برای خود صنم نساز نه تنها برای یهودیان است. همچنان شنبه نیز نه تنها به یهودیان داده می شود. وی هنوز خیلی بر وقت پیش از آن که ملت یهودی به دنیا بیاید داده شده بود. شنبه برای همه ایمانداران اهل قدیم و جدید داده شده است. در کتاب مقدس آمده است که شنبه نوابسته به جای استقامت یا ملت به همه انسانهای روی زمین داده می شود. اشعیا باب 56 آیه 6 و 7 به همه آنهایی که شنبه را نگاه داشته پلید نمی کند. من به کوه مقدس خود خواهم آورد. این کوه مقدس خدا چی را افاده می کند؟ این یروشلیم جدید است، آسمان ها. خداوند فرمود، همه آنهایی که شنبه را نگاه داشته پلید نمی کند. من به کوه مقدس خود خواهم آورد. و آنها را در عبادتگاهی خود شاد خواهم کرد. زیرا که خانه من خانه عبادت برای همه قوم ها خواهد شد. خداوند فرمود زمانی فرا می رسد که در آن هر شنبه مرا که در تخت یروشلیم نو نشستم تمام قوم ها عبادت خواهد کرد. در دوام تمام تاریخ عهد قدیم شنبه علامت ابدی قوم خدا بود. حزقیال باب 20 آیه 12 و شنبه های خود را نیز به آنها بخشیدم تا علامات در میان من و آنها باشد و آنها بدانند که من که خداوند هستم آن را تقدیس می نمایم. شنبه نه تنها علامت آن است که خداوند ما را فرستاده است، بلکه این چنین علامت آن است که خدا قدرت دارد که دلی ما را دگرگون کند. روز شنبه برای سجده پیش خدا آمده من با این اعتراف می کنم. خداوند تو آفریدگار توانای من هستی و تو می توانی دل مرا دگرگون کنی. خداوند هنگام آفرینش شنبه را به آدم و حوا داد.
در زمانهای موسی خداوند شنبه را در شریعت خود داد. خدا شنبه را در عهد قدیم چون علامت توانایی خود داد که می تواند دلهای ما را دگرگون سازد. او شنبه را چون نشانه محبت خدا نسبت به ما و چون علامت قدرت الهی خود داد. لیکن شاید یگان کس سوال کند، در مسئله عهد جدید چطور؟ آیا عیسی روزی برای تغییر دادن شنبه آمد؟ مگر عیسی برای تغییر دادن شنبه خواهد آمد؟ آیا شاگردان عیسی روز شنبه را تغییر دادند؟ در کدام روز آنها برای عبادت می آمدند؟ بیایید ببینیم که در این بابت در عهد جدید چی نوشته شده است؟ در خصوص شنبه کتاب مقدس عیسی چی گفته است؟ لقا باب 4 آیه 16 و به ناصره که در آنجا تربیه یافته بود آمد و از روی عادت خود روز شنبه به واکنش در آمد و برای قرائت برخاست. عیسی مسیح برای عبادت هر روز شنبه می آمد. اگر عیسی می خواست که به ما علامت دیگر و روز دیگر برای عبادت بدهد، مگر او به ما نمونه عبرت نشان نمی داد، آیا ما می توانیم که اراده یا وصیت‌نامه آدم را بعد از وفات او تغییر دهیم؟ البته نه. ما این کار را کرده نمی توانیم. اراده مسیح در مرگ او تجسم یافته بود. اما وصیت‌نامه او هنگام زنده بودنش چنین بود. بیایید یک جای می خوانیم و از روی عادت خود روز شنبه به واکنش در آمد و برای قرائت برخاست. در حقیقت مسیح روز شنبه را تقدیس می کرد. خود مسیح گفت. مرقس باب 2 آیه 27 شنبه برای انسان مقرر شده است، نه انسان برای شنبه. عیسی نمی گوید شنبه برای یهودیان آفریده شده است. شنبه برای انسان آفریده شده است. مگر شنبه برای یهودیان آفریده شده است؟ البته آخر یهودی نیز انسان است. شنبه برای تمام انسان‌ها آفریده شده است. شنبه چون علامت آفرینش خداوند هم برای بت‌پرستان و هم برای یهودیان آفریده شده است. شنوندگان عزیز، در لحظات آخری برنامه قرار داریم. برای شما از بارگاه منان، صحتمندی و تندرستی، اخلاق نیکو، نور و معرفت الهی خواهانیم. تا برنامه دیگر شما را به لاح پاک می سپاریم.